میکنن کسانی که در مقابل امام حسین قد علم میکنند و بازی در میارن همین پولداران، پولدارای بیدرد. یا آقای ماشینش 400-500 میلیون بود، گفته بود به جای روزا برن چهار تا فقیر. رفتم در خونه تو سلام علیه کجا از این برا، گفتم اومدم ماشین تو با هم بریم بفروشیم چهار تا فقیر سراغ برم خرجشون کنیم. گفت چرا بند کردی به ماشین ما؟ گفتم تو چیکار داری به امام حسین؟ خونه الان 6 میلیارد میارزه تو منطقه که بود، من به همین اندازه اما یه مقداری پایین تر، 1 میلیارد و نیم خونه برات میگیرم، بقیه شو میخوام زندان آزاد کنم. از خودت شروع کن، بسم الله، برای مال مردم نقشه نگیش، هر کسی حرف برزد مدشو بگیری، بگو از خودت شروع میکنی، خونه تو میفروشی یه خونه سبکتر فقیر، یعنی جایز دختر، بسم الله. و جالب اینه اونایی که این حرف رو میزنن یه پشت ناخون برای کسی نمیدن، ولی میخوان تو هم خرج دین نکنی، خرج امام حسین نکنی. قرآن هم داره میگه، میگه اینا میبینن امام حسین و فرهنگ امام حسین تو جامعه جا بیفته و اینا دیگه نمیتونن بتازونن، نمیتونن گل ببرخصونن، با امام حسین هم که نمیتونن در بیفتن، چیکار میکنن؟ توهین میکنن، تهمت میزنن. دو تا عرب سری زن دعواشون شده به ماج، ما خودمون رستم داریم، عباس کیه؟ این حرفا رو داریوشی ها میزنند و کوروشی ها، طرفداران داریوش و کوروش، طرفداران زرتشت، و توهین میکنن به عباس. ببخشید مگه ما عباس رو قبول داریم؟ فوش به رستم دادیم، خدا رستم هم بیامرزه. تو که میگی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، تو چرا به ابوالفضل توهین میکنی؟ چرا با سید الشهدا میجنگن؟ برای این که در مقابل منطقه سید الشهدا چیزی ندارن بگن. شما کوروشین، شما جناب داریوشین، کوروش و داریوشو با هم بریم در شیراز ببینین تمام تصاویری که روی سنگ ها منقش شده است، تمامشون محاسندار اسلحه به دست آماده برای مبارزه با دشمن، که کسی نگاه چند به این مملکت نکند. آقایان کوروش و داریوش اون موقعی که 8 سال جنگ بود کجا بودید؟ شما چند تا شهید دادید؟ ملت و حسینی ها و نوکران امام حسین چند تا شهید دادن؟ شما کوروش و داریوشی ها چقدر زندانی آزاد کردید؟ متدینین و هیئتی ها و مکدی ها و حسینی ها و گریه کلاغ و سیاه پوش های امام حسین چقدر زندانی آزاد کردن؟ شما چقدر پول دادید؟ حسینی ها چقدر پول دادن؟ شما چقدر بیمارستان ساختید؟ حسینی ها چقدر بیمارستان ساختن؟ شما چقدر بلخرجی میکنید؟ چطور آدم عراق بره، بره پول این مملکت رو بریزه توی حلقوم عرب ها، و شما که پولاتون رو میرید تو حلقوم ترکیه، آنکارا، اونم برای اون کارا اشکال نداره؟ مرگ بر بی انصافی، مرگ بر بی شرمی. شما که میرید پولاتون رو خردید ترکیه میکنید و نمیدونم هلند و کجا که نمیخوام اسمشو بیارم، اون ارز از مملکت بیرون بردن نیست، اما ریالی خرج امام حسین بشه عرب و عجم را میندازیم. حالا شدن عرب و شما عجمی؟ شما کوروش و داریوشی ها شیفته داریوش و کوروشی، داریوش و کوروش غیرت داشت، شرف داشت، ناموس داشت، ناموسداری میکرد، حرم سرا داشت، ناموس کوروش و داریوش رو کسی ندید. شما که ناموستون رو همه عالم میبینن، عکس زنت با لباس خواب و اتاق خوابش روی بگو فیسبوکشه،
نمیدونم رنگ لباس زیرین زن چه رنگه، تو دنبال کوروش و داریوشی؟ تو دنبال کوروش و داریوشی؟ کوروش مرد، داریوش مرد، اما کاخش که هست، اسنادش که هست، بی تو هم بری ببینی محل زندگی زن و بچه کوروش چه جوری بوده. نامحرم اونا رو نمیدیده، زناشون ساری داشتن، زناشون چادر داشتن و حجاب داشتن، حتی رفت آمد زناشون از یه در دیگه بوده. هیچ مهمونی ناموس داریوش و کوروش رو ندیده. اونا که دم از کوروش و داریوش میزنن زناشون رو کیا ندیدن؟ فقط آخوند محل ندیده و الا همه دیده. بازی در نگرید، هر کس دم از کوروش و داریوش زد بگو ببخشید تمام کوروش و داریوش ریش داشتن تا اینجا. تو این تیغ سوسمان لعنت الله علیه لولو پتیگار میکنی؟ بیا تو با هم بریم کوروش رو ببین. تمام محاسن، همه قیافه قیافه مردونه. بعضی از شماها رو که آدم شک میکنه دختری یا پسری. مردم دست برداریم از این بازی ها. ما احترام به جناب کوروش و به جناب داریوش میگذاریم، به تاریخمون هم احترام میگذاریم. کسی هم حق ندارد نگاه چپ به تاریخ ما بکند. اینا برا ما عزیزن، سهراب و کیومرث و رستم و همه اینا، خدا همش رو رحمت کند. اما این که من علاقه به داریوش دارم پس بعد فوش به امام حسین بدم، ما اینا قبول؟ اگر کوروش و من اینا رو دارم میگم برای سرمایه‌دارا و پولدارا که عوض کردن دینشون رو عوض کنن، برید دینتون رو عوض کنید خلایق هرچه لایق. اما بدانید این حرفا جواب دارد. کوروش و داریوش برای ما عزیزن. من اینقدر این کوروش و داریوش رو قبول دارم، اینقدر دوستشون دارم و اینقدر بهشون احترام قائلم و اعتقادم اینه اگه امروز کوروش و داریوش زنده بشن از من و شما محکمتر برای حسین سینه میزنن. اینقدر فهمیده است داریوش، اینقدر کوروش ارزش دارد و فهیم است، عاشق حسین است. چون هر کس حسین رو بشناسد شیف بگه حسین. عرب و عجمش هم بله؟